معجزات علمی قرآن، گسترش جهان. و ما جهان را با قدرت ساختیم و ما هستیم که فضا را گسترش می دهیم. سوره الداریات آیه 47. دوستان محترم، از شما می خواهم که در مورد یک کتاب فکر کنید که بیش از 1400 سال پیش اطلاعی را داده بود که دانشمندان 100 سال پیش آن را کشف کردند. آیا محمد صلی الله علیه و سلم شخص فوق‌العاده‌ای است؟ آیا کسی می‌تواند شک کند که این کتاب یک کتاب الهی است؟ کتاب قرآن مجید بیش از 1400 سال پیش اشاره کرده بود که جهان در حال گسترش است. ما بررسی خواهیم کرد که علم در مورد گسترش جهان چه می‌گوید. تنها یک دیدگاه وجود داشت که در رابطه با این مسئله حاکم بود تا آغاز قرن بیستم. این دیدگاه بیان کرد که جهان دارای یک ساختار استاتیک است، یعنی ثابت، و این همان چیزی است که از آغاز جهان شروع شده است. هیچ دانشمندی از گسترش جهان نگفته بود و حرفی نزده بود تا قرن بیستم. بگذارید به تنهایی ذکر شود. هیچ کس آن را تصور هم نکرده بود تا اول قرن بیستم. کیهانشناس و فیزیکدان روسی به نام الکساندر فریدمن و فیزیکدان بلژیکی به نام جورجیس لمایتر، متخصص کیهانشناسی، به اصطلاح تئوری محاسبه شده که جهان به طور مداوم در حال حرکت و گسترش است. این واقعیت از طریق مشاهده ثابت شده است. در سال 1929 هنگام بررسی آسمان از طریق یک تلسکوپ غول‌پیکر، ستاره شناس آمریکایی به نام ادوین هابل کشف کرد که ستارگان و کهکشان‌ها به طور مداوم از یکدیگر دور می‌شوند. ستارگان و کهکشان‌ها نه تنها از ما بلکه از یکدیگر هم دور می‌شوند. این به وضوح ثابت می‌کند که قرآن کلمات خداوند است، خالق آسمان‌ها و زمین. هنگامی که پروردگار تو گفت مر فرشتگان را، به درستی که من پدیدارنده ام در زمین خلیفه، گفتند آیا می آفرینی آن موجودی را که فساد کند در آن و بریزد خونها را، و ما ستایش می کنیم تو را و می پرستیم تو را؟ گفت به درستی که من می دانم آنچه را نمی دانید. پس آموخت به آدم همه نامها را، پس عرض کرد ایشان را بر فرشتگان و گفت خبر دهید مرا بر نامهای ایشان اگر هستید راست گویان. فرشتگان گفتند منزهی تو، نیست دانشی ما را مگر آنچه آموختی به ما، به درستی که توی تو دانای درست کردار. خداوند گفت ای آدم، خبر ده ایشان را بر نامهای ایشان. پس چون خبر داد ایشان را بر نامهای ایشان، خداوند گفت آیا نگفتم مر شما را؟ به درستی که من می دانم نهانی آسمان ها و زمین را، و می دانم آنچه که آشکار می کنید و آنچه که پنهان می دارید. و هنگامی که گفتیم مر فرشتگان را که سجده کنید مر آدم را، پس سجده کردند مگر ابلیس که عبا کرد و سرکشی نمود و بود از کافران. گفتیم ای آدم، آرام گیری تو و جفتت در بهشت و بخورید از هر جا که خواسته باشید فراوان، و نزدیک نشید این یک درخت را
که خواهی شد از ستمکاران. پس لعزانید آن دو را شیطان از آن و بیرون کردشان از آن چه بودن در آن. گفتیم فرو شوید که باشی مر برخی از شما را دشمن و من شما را در زمین قرارگاه تا مدتی. پس اگر آید به شما از من هدایتی، آن که پیروی کرد هدایت مرا نیست بیمی بر ایشان و نه ایشان اندوهناک شوند. و آنان که تکذیب کردند آیتهای ما را، آنها اهل آتشند، در آن جاوید خواهند ماند. چگونه کافر می شوید به خدا و بودید شما مردگان، پس زنده کرد شما را، پس می میراند شما را، پس دوباره زنده می کند شما را و به سوی او بازگردانیده خواهید شد. اوست که آفرید برای شما جمع آنچه را در زمین است، پس پرداخت به آسمان، پس ساخت آنها را هفت آسمان و او بر همه چیز داناست.